اما در 45 سال گذشته تلاش جمهوری اسلامی برای تحریف تاریخ مشروطه بسیار گسترده بوده. از کتاب‌های درسی و پژوهش‌های تاریخی بگیرید تا بسیاری از اسناد منتشر شده. اساس همین سیاست و بر اساس همین روش هم تحریف تاریخ به منشأ گسترش دوشاگاهی مبدل شده. برای درک درست از ابعاد این تحریف‌های تاریخی، بیژن خلیلی، کنشگر فرهنگی و سیاسی که در خصوص انقلاب مشروطه مطالعات جامعی داره، از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای خلیلی، خیلی خوش آمدید به دیکود. بذاریم با این سوال بنیادین شروع کنم که روح انقلاب مشروطه و قانون اساسی برآمده از اون چی بوده و چرا این محتوا با جمهوری اسلامی سازگاری نداره؟ با درود بسیار خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزتون. ببینید، قانون اساسی مشروطه پس از 2500 سال که منشور کوروش بزرگ آمده، یک سندی به دست مردم ایران داده که در اون تساوی حقوق اهالی مردم ایران در اصل هشتم قانون اساسی مطرح شده و این رو به صورت عموم مطرح کرده، یعنی گفته که اهالی ایران متساوی الحقوق در برابر قانون هستند. شما اگر در قانون اساسی اولیه، یعنی 51 اصل قانون اساسی که در همین 14 مرداد در سال 1285 خورشیدی امضا شده و به عنوان عدل مظفر مطرح شده، این رو، یا در حقیقت 1324 هجری قمری، این 51 اصل که مطالعه می‌فرمایید، خبری از دین اسلام، خبری از اینکه مردم با همدیگه متفاوتن و از لحاظ حقوقی با همدیگه متساوی نیستن، وجود خارجی نداره. بعدنه که متمم قانون اساسی رو اضافه میکنن، اون وقته که در متمم قانون اساسی اصل دومی رو میگذارن که بعدها جمهوری اسلامی آن رو به عنوان شورای نگهبان در قانون اساسی خودش مطرح میکنه. حالا شما بایستی این قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعد از یه چیزی حدود 75 سال بعد از قانون اساسی مشروطه به ما تحمیل شده، وقتی نگاه میکنید میبینید که اولا افراد به هیچ وجه در برابر قانون متساوی الحقوق نیستن، یعنی مسلمانان شیعه اول هستن، بعد مسلمانان سنی هستن، بعد اقلیت‌های مذهبی رسمی هستند و بعد اصولا افرادی در ایران هستند که اصلا هیچ حقوق قانونی براشون متصور در قانون اساسی جمهوری اسلامی نشده. بنابراین تلاش جمهوری اسلامی از همون روز اول این بوده است که قانون اساسی مشروطه رو واژگونه نمایش بده. متمم قانون اساسی مشروطه که بعد از قانون اساسی اضافه شده، متاسفانه یک کودتایی است علیه قانون اساسی مشروطه و می‌خواستن کسایی که طرفدار مشروعه بودن و طرفدار نظام حقوقی اسلامی بودن به نوعی راضی کنن و بعدش هم البته این اصل دوم در تمام دوران پایانی محمد علی شاه و احمد شاه و همچنین پهلوی اول و پهلوی دوم مکفول باشه. خب مسئله همینجاست، اینکه حالا با همین پیشفرض ها به اینجایی میرسیم که تحریف تاریخ درباره انقلاب مشروطه به یک مکانیسم سازماندهی شده در جمهوری اسلامی تبدیل شده. شما ابعاد این تحریف تاریخ رو شامل چه حوزه هایی میبینید؟ کتاب، فیلم، سریال، چگونه این اتفاق داره میفته؟ هر چیزی که شما تصور کنید تحریف میشه در مورد انقلاب مشروطه. یعنی شیخ فضل الله نوری که کسی است که علیه انقلاب مشروطه به پا میخیزه و یا روحانیانی که مثل اون هستن، چهره فوق‌العاده خوبی از اونا نشون داده میشه. شیخ فضل الله نوری به عنوان شیخ شهید که در غرب‌زدگی جلال آل احمد مطرح میشه و روشنفکران دهه 40 و دهه 50 خورشیدی، به جای اینکه به مدرنیسم فکر کنن، به جای اینکه به این نگاه بکنن که شیخ فضل الله نوری چه آدم در حقیقت صفاتی بوده که سوره صافی و ملک المتکلمین رو مباشرت میکنه در اعدامشون همراهی با محمد علی شاه در استبداد صغیر،
اینه که ما همه اینا تحریف میشه و مثلا میگم یک نمونهش هم میشه فضل‌الله نوریه که در جمهوری اسلامی به عنوان یک فرد شهید و پر اهمیت در تاریخ مشروطه ایران مطرح میشه، در حالی که شیخ فضل‌الله نماینده مشروعیت نه مشروطیت.